به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز، در نیم ساعت ورزش قرار دارین و امروز هم ما خواستیم در مورد موضوعات از ورزش افغانستان که مربوط به المپیک افغانستان بیشتر میشه صحبت بکنیم، اما در نخست مرور داریم بر رویدادهایی که امروز در ورزش افغانستان رخ داده است. پیروزی تیم فوتبال المپیک افغانستان در برابر تیم‌های آماتور دبی رقم خورد، در حالی که حریفان تیم المپیک افغانستان برای آمادگی‌های هرچی بیشتر برابر تیم‌های قدرتمند قرار می‌گیرند، تیم فوتبال المپیک کشورمان با پیروزی برابر تیم‌های آماتور امارات بسنده می‌کند. شرح بیشتر در گزارش از مرتضی دانش. تیم المپیک فوتبال افغانستان که پنجشنبه گذشته کابل را به مقصد شهر دبی امارات برای برپایی آخرین اردوگاه تمرینی ترک کرد، در روزهای گذشته دو بازی دوستانه برابر تیم‌های آماتور این شهر برگزار کرده است. در بازی اول تیم المپیک کشورمان تیم آماتور شاهین را 5-3 شکست داده و در بازی دوم با نتیجه 7-2 تیم آماتور آب و برق شهر دبی را از پیشروی برداشته است. این در حالی است که رقیبان تیم المپیک کشورمان در گروه سوم مقدماتی المپیک برزیل در روزهای جاری مقابل تیم‌های قدرتمند قرار می‌گیرند. تیم امید ایران که میزبان و یکی از حریفان ما در بازی‌های گروه سوم است، مقابل تیم المپیک کویت قرار می‌گیرد. فلسطین که شاید حساب زیادی رویش نکنیم، در بیت المقدس از تیم المپیک آفریقای جنوبی پذیرایی خواهد کرد. در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز دور اول رقابت‌های مقدماتی المپیک برزیل در آسیا فرصت داریم، تیم المپیک افغانستان هیچ بازی دوستانه‌ای را برابر تیم‌های قدرتمند برگزار نکرده است. افغانستان در مرحله مقدماتی رقابت‌های المپیک 2016 برزیل در گروه سوم با تیم‌های ایران، عربستان سعودی، فلسطین و نپال هم گروه می‌باشد. اولین بازی افغانستان قرار است سوم حمل برابر تیم فلسطین در تهران برگزار شود. مسابقات فوتبال لیگ بی کابل با قهرمانی تیم شاه کلب خاتمه یافت. در بازی نهایی این رقابت ها که بعد از ظهر دیروز در استادیوم قاضی برگزار شد، تیم شاه کلب موفق به شکست 2-1 تیم جهش شد و قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد. باز هم شرح بیشتر در گزارش از همکار ما دانش. صبور ولیزاده رئیس هیئت فوتبال کابل میگوید در پایان این رقابت‌ها تیم‌های شاه کلب و جهش جواز حضور در لیگ الف پایتخت را کسب کردند. ولیزاده می‌افزاید فدراسیون فوتبال افغانستان تلاش دارد برنامه‌های مختلف فوتبال کشور را طبق زمان تعیین شده در جنتری فدراسیون فوتبال برگزار کند. بیشتر فدراسیون فوتبال افغانستان تلاش دارد که این برنامه را متری که در مرکز در تمام ولایت افغانستان به شکل میاری بسازه که هر برنامه مطابق با وقت زمان جنتری کاریشون برگزار شود. در پایان این رقابت ها به تیم ها و افراد برتر جوایزی اهدا شد. لیگ فوتبال بی کابل هر ساله با حضور 29 تیم در پایتخت برگزار می شود که دو تیم اول جواز حضور در فصل بعدی لیگ الف را کسب کرده و دو تیم اخیر جدول این بازی ها به لیگ سی سقوط می کنند. شبار دوباره خوش آمدید میگم به ادامه بخش ورزش و حالا با ما سید رحمان یورش سرمشاور کمیته ملی المپیک افغانستان در برنامه همراه هستند. شما را خوش آمدید میگم و به عنوان نخستین پرسش میخوایم بپرسم پس از دیدار رئیس جمهور با دو رئیس دو نهاد ورزش افغانستان چه تغییرات در المپیک افغانستان به وجود آمد؟ تشکر. ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. البته اولتر از همه ما میخوایم در نخست یک تشکری کنم از جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور کشور که واقعا در امورات ورزش دخالت کردن، پیام بسیار خوب، نوید بسیار خوبی رو بر ورزشکارا دادن. دیگه ما استقبال میکنیم واقعا از کار شایسته ای که کردن، از هر نگاه مورد قبول ورزشکاراست و قبول ورزشکارا هم اینه از طریق میدیا شما دیده باشین که قبول کردن واقعا از هر نگاه. خیلی خوب. در مورد کاری که آقای رئیس جمهور کرد بیشتر جزئیات به رسانه ها داده نشد، تنها در مورد چند موضوع در اعلامیه سایت ارگ بود و همچنان ما دیروز مکتوب را در مورد برکناری آقای کرام الدین کریم داشتیم، اما اینکه خود این کار چی کار بود در حقیقت و چی صحبت های رد و بدل شد، المپیک افغانستان بیشتر خبردار است. چی چیزهای واقعا صورت گرفت که شما فکر میکنین یک نوید خیلی خوب برای ورزشکارها هست؟ خب بعضی موضوعات است که المپیک افغانستان هم آگاه نیست، چون موضوعات داخلی خود هرگز
اونا صحبت های گناه کردن، اونا کارهای گناه کردن، اونا خودشان میدانن. خب میفهمین که المپیک موضوعش موضوع ورزش است و در بعضی موضوعات دیگه که روی موضوعات سیاسی میچرخونه ما با او ارتباط نداریم. اما باز هم کمیته ملی المپیک افغانستان، ما تنها نمیگم موضوع رهبریت، البته یعنی کمیته ملی المپیک که متشکل از ورزشکاراست، فدراسیون‌های المپیکی است، این از عمل نیکی که رئیس جناب رئیس جمهور انجام دادن و خاطر تغییراتی آوردن در ورزش و از این استقبال کردن، واقعا همگی خوشی خود اظهار کردن و ما هم از این عملشان واقعا اظهار خوشی میکنیم. اما خب ببینین که حالا کاری که انجام یافته کاری است که هنوز تکمیل نشده، از هر نگاه تکمیل نشده. این که چه وقت تکمیل میشه و روی کدام موضوعات چرخانده میشه و با چه شکل باید حرکت کرد، این کار خود هرگز کار خود از اوناست، چون هیئت‌ها شما در مکتوب هم نوشته شده یک تعداد از هیئت‌ها میان یعنی این کار با برکناری آقای کرام الدین کریم خلاصه نمیشه و چیزهای دیگر هم هنوز باقی هست. هدف سرزیسته که ببینین بعضی موضوعات دیگه هنوز هم هست، یعنی با برکناری شخص رئیس تربیت بدنی یک قسمت موضوع است و در این قسمت ما باز هم میگیم باز اظهار از رئیس جمهور اظهار خوشی میکنیم که اونا تصمیم خود اونا گرفتن، ما کار نداشتیم. اما اینکه خب ما قسمتی دیگر از بله. موضوع چی باید باشه و انتظار ورزشکارا خب و شما من حیث که کسی که کسی که در رأس تربیت بدنی میآیه، فعلا کسی که مثلا در رأس تربیت بدنی به صفت سرپرست این کردن، آدم بسیار خوبه، آدم مسلکی است، کسی است که واقعا با ورزشکارا بوده، ورزشکار بوده، جایگاه خاصی داشته در ورزش و در قلب ورزشکارا هم جای داشته. ما خوشحال هستیم از اون، از اونم قبلا هم تشکر کردیم. اما ای که اگر هر تصمیم میگیره که در قبال خود آقای حسنی که آیا باشه در همین بیان در رأس یا به صفت همین سرپرستی فعلا تعیین کرده شونه، یا ای که کسی دیگه رو میارن، فقط نظریات عمومی است که اگر کسی دیگه هم میآید در رأس تربیت بدنی، ریاست تربیت بدنی، اون باید یعنی یک شخص مسلکی کارفهم، واقعا یک آدم علمیت خاص ورزش داشته باشه، مدیریت خاص ورزش داشته باشه و تا ای که همین سر صداهایی که ورزشکارا کشیدن بالاخره منجر به این شد که رئیس تربیت بدنی را هر که عقب برد، یعنی می فکر میکنم که باعث از این نشه که بعدها باز کدام جنجال پیدا شه و باعث از این شه و که باز همین ورزشکارا بدبخت شه و باز به کوچه و بازار برن، باز بالاخره در کدام صورت شاید ورزشکارا دوباره به یک بیچارگی، یک شما فعلا میگین که در حالت بیچارگی به سر میبردن، مواجه خواهد شدن؟ خب حالتی بوده که اصلا اگر در رأس تربیت بدنی شخصی بیایه، ما خب امی آقای جانالم حسنی رو فعلا ما تایید میکنیم از نگاه موضوعات کاریش هایی که فعلا به صفت سرپرست هستن، واقعا شاید در امور تا زمانی که اینا به صفت سرپرست میباشن شاید کارای بسیار خوبی کنن، شاید بعضی موضوعات حل بسازن، جنجال ها را حل بسازن، اگرچه یک مقدار جنجال ها تقریبا در حدود 70 الی 80 درصد جنجال ها حل است. جنجالات کدام جنجال تو زیاد نیست بودن. چیزهایی که شما جنجال افاده میکنید چی مواردی بود که من سه یک مشکل میان ریاست تربیت بدنی افغانستان و المپیک افغانستان موجود بودن، آیا واقعا حل شدن تا حال یا نه؟ خب یک سلسله جنجالی بود که بین فدراسیون ها بود که اولین موضوعی که من به صراحت اعلان کنم که موضوع فدراسیون های موازی بود که خود رئیس جمهور هم فدراسیون های موازی را لغو قرار دادن در یکی از صحبت هایشان ناموجه بوده، کسان دوستان ما که رفته بودن البته در داخل هرک صحبت کردن با جناب رئیس جمهور، موضوع یعنی لغو فدراسیون های موازی بوده، ختم بعضی جنجال های دیگه بوده که مثلا فدراسیون های موازی شما خو آگاه هستین که فدراسیون تکواندو، وشو، بایسیکل به می شکل امی سه فدراسیون که به شکل موازی اینا در تربیت بدنی جور کردن، یعنی این ختم شد، حذف شد دیگه من بعد دیگه به خاطر از اینکه اینا رو رئیس ریاست تربیت نه چی گونه ختم است ادامه از اونها خود قسمی است که خب در یک حالت تربیت بدنی قرار داده در طول چند روز یا یک هفته که حالت انزوا بود، همگی فکر میکردن که چی میشه، سرپرستی وجود نداشت، معاونین هم فکر میکرد که کی میآید، حالا آیا کسی دیگه میآید، حالا تا فعلا مکتوب نامده،
چون آل وقتی که سرپرست این شد، ما فکر میکنم تا جایی که ما طور میشناسم آقای حسنی را امی جنجال ها را شاید حل کنن، و اگر ما هم از اینجا از پشتمی پرده تلویزیون شما برشان اعلان میکنیم که باید اونا آماده باشن و با مو علمیتی که در ورزش دارن، امو کارشناسی که اونا در ورزش دارن، باید امی جنجال ها روش کار کنن، هر چیز زودتر موضوع فدراسیون های موازی رو حل بسازن. این بخاطر از این که جنجالی که برآورده با حساب در پیدا کرده در بین تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، امی ساختن فدراسیون های موازی بوده. خب چی چیز باعث شد که فدراسیون ها به شکل موازی ساخته شوند؟ خب و یک فدراسیون دیگه تشکیل شده در ریاست تربیت. خب این خب موضوع ابتدایی موضوع حوال بوده که طول یک سال است که بالا از این ما کار میکنیم، اما تا حالا منشه اصلی مشکلات پیدا نشدن. منشه اصلی مشکلات شما خودتان داخل از قضیه دوگانگی فدراسیون ها بودن، چون وشو هم یکی از فدراسیون هایی بود که با همین یعنی مشکل دوگانگی فدراسیون و دوگانگی مدیریت در فدراسیون مواجه بود. اصل قضیه و اصل مشکلات چی بودن؟ خب ما نمیخوایم که بعضی موضوعات صحبت کنم روش، فعلا هنوز هم حالتی است که بعضی موضوعات باید نگاه داشته شود و که تار حل شود موضوع، بعد از ما میتونیم که هموطنان خود تشریح کنیم بگویم. اما موضوع خب انتخاب خود رئیس کمیته ملی المپیک بوده که همه فدریشن ها همه فدراسیون ها با هم یک جا فیلمش هست پیش شما و پیش همگی دیدن که همه کارت سبز بالا کردن، تماما فدریشن ها کارت خود بالا کردن، یعنی آقای هاشمی رو به صفت رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب کردن. در انتخابات انتخاب شد، نماینده المپیک جهانی و آسیایی آمدن، در حضور داشت از اونا، یعنی بعد از این آمدیم روی بعضی موضوعات دیگه که البته موضوع تشکیل بود در خود کمیته ملی المپیک، روی تشکیل کار شد و کمیته ملی المپیک بعد از این که مثلا جایگاه خاصی رو به خود گرفت، دفتر دیوانی به خود گرفت، کرا گرفت، به شما با همه معلوم است آقای هاشمی واقعا زیاد آمد که چیز زیاد پول مصرف کرد، پول از جیب خود مصرف کرد، تا امروز هم مصرف میکنه، چون کمیته ملی المپیک هنوز هم قدر پول نداره. با او حساب یک تعداد فدراسیون هایی که واقعا میخواستن که کمیته ملی المپیک جدا باشه، یک شخص درست، یک کسی باشه که جوان و در پالوش. خب فدراسیون ها میخواستن که کمیته ملی المپیک جدا باشه و یک شخص با فهم به گفته شما و درست در رأسش قرار بگیره، چی بود؟ چی چیزها باعث شده بود که شما همچون اعتقاد را پیدا بکنید؟ خب فدراسیون ها چون از جمله یکی از رئیس های فدریشن ها که رئیس فدراسیون وشو هستم، همه رئیس های فدراسیون با هم نشستن و بعد از ششتن به حساب جلساتی که پی در پی داشتن، تصمیم دمی شد که یک شخصی رو باید پیدا شد و یک شخصی رو باید پیدا کنن که او هم کارفهم باشه، هم مدیر خوب باشه و کسی باشه که واقعا به ورزشکارا و فدریشن های المپیکی البته او یک کمک خاص بکنه، یعنی بتونه از این حالت بکشه. آقای هاشمی آقای هاشمی یک تجار است. آقای هاشمی گفته خودشان ورزشکار است اما مدال نداره. ورزشکار است مگر مدال نداره. یک موضوع. موضوع دوم، یک تجار جرأت کرد. یک تجار جرأت کرد که بیاید داخل ورزش شوه و ورزشکارا رو کمک کنه. که از اون روز تا فعلا شما اونو میبینین که فدراسیون وشو، فدراسیون تکواندو، بایسیکل سواری، اینا همش سفر میرن. از پولی که میرن، خب یک چیز واضحه است که از پول آقای هاشمی ما سفر رفتیم. آقای هاشمی کمک کرد، واقعا تا امروز ما رو کمک کردن، زحمت کشید. یک تجار جرأت کرد که داخل ورزش شوه، یعنی در خانه ورزش خواست که داخل شوه و این خانه ورزش یعنی مفشن بسازه، از هر چیز تکمیل بسازه. و این خب باعث از این نمیشه که ما مثلا یعنی کاری که ما کردیم یا یک تعداد دوستای دیگه ما کردن، باعث از این شد کال دیگه هیچ تجاری جرأت نمیکنه که داخل ورزش شود. خب در آغازی که انتخابات شما یاد هم کردین، تمام از رؤسای فدراسیون به استثنای یکی دو نفر کارت سبز با آقای هاشمی داشتن، اما آهسته آهسته ما دیدیم که دیگر رئیس های فدراسیون هم برخلاف آقای هاشمی فعالیت را آغاز کردند. دلیل در چی بود؟ چی چیزهای چی نواقص اونا دیدن و چی باعث شد که اونا بخواین مخالفت با آقای هاشمی داشته باشن؟ و چیزی که به شما دلگرمی داد که با المپیک افغانستان کار بکنین و من حیث سرمشاور حالا هم فعالیت داشته باشین چی بود؟ خب در ابتدا همه رئیس های فدراسیون ها کارت سبز بالا کرده بودن و فعلا هم کارت سبزشان و برجاسته، ایتونیست که کارت سبز خود اونا گرفته باشن. اما سلسله جنجال هایی که بود و
او جنجالایی که بیشتر بر شما نظر به می فرمان جناب دکتر سب فرمانی که ناصادر کردن، او جنجالا در حدود 70% فرمان حل ساخت موضوعات. امروز هم رئیس های فدراسیون ها که ما دمیش امروز نشست ها داریم، نشست کردیم، دوباره ها آمدیم، مثلا در کمیته در تربیت بدنی آمدیم، شخص خود هاشمی صاحب آمدن یک بار گفت نظر به تقاضای خود رئیس های فدراسیون ها بود، اونا علاقه من نبودن که مثلا بیان، گفتن دفتر خودمو کفایت میکنن، کار خودم میکنن، ضرورت هم نداشتن. اما خود رئیس های فدراسیون ها خواهش کردن که یک بار باید بیای حتما، اونا گفتن یک بار باید بیای، یعنی من... نه نه هدفشون سری نبود، فقط هدف به خاطر ازی بود که یک بار بشینیم، یعنی یک پذیرایی خاص از شما بکنیم، یک تشکری بکنیم، هدفشون سر ازی بوده که اون موضوع هم شد. رئیس های فدراسیون ها یک جا شدن، همگی اومدن از جناب هاشمی صاحب یک تشکری کردن، گفتن تشکر ازی که تا امروز شما ورزش کمک کردین، واقعا زحمت کشیدین، یعنی از خود گذری کردین، یک تجار جرأت کرد که اومد داخل ورزش شد. خیلی خوب. اما مشکلات ورزش افغانستان گفتین 70% حل شده، 30% دیگه از چه زمان حل خواهد شد؟ به چقدر مدت در بر خواهد گرفت؟ فقط 30% دیگه از زمان حل میشه که فدراسیونای که جایگاه هایشان و رو تعداد از فدراسیونای موازی داده شده، یعنی زورگیری شده از پیششان، با خصوص فدراسیون مشو، شما میفهمین که فدراسیون مشو ما اون جایگاه را از جیب خود جور کردیم. اگر کسی کدام اسناد مدارک داره بفرمایه که بگویی که نه از این پیسه جور کردی. این صحبت قبلا هم کردیم، یک سال هم هست میشم همین صحبت هم میکنم، حالا میگم که جمع نظوم فدراسیون مشو یا زال ورزشی مشو رو ما جیب خود جور کردیم، بفرمایه هر کس که اسناد دارن برای ما بکشن. خب یعنی 30% دیگه هم بله. فدراسیون های موازی فقط جایگاه های فدراسیون های اصلی را، فدراسیون هایی که انتخابات کردن، راستایش در سطح جان همه گی میشناسشان و جایگاه خاصی دارن، جایگاه هایشان فقط تقاضای مزیمی است که جناب حسنی صاحب جایگاه را باید مشخص بسازن، جایگاه را تسلیم بکنن، این موضوعات هم حل میشه و این دوستای دیگه ما که تحسن کردن موضوعات از این هم دمیشه و روز حل میشه، این هم دیگه جنجال ندارن. سپاس از شما آقای رستران باشین. بیننده عزیز از شما هم تشکری میکنم از اینکه بیننده بخش ورزش بودین. با دیدن چند تصویر از ورزش افغانستان و ورزشکارای افغانستان در سراسر جهان در هر کشوری که هستند، شما را به هم به خداوند یکتا میسپارم تا روز دیگر، برنامه دیگر و موضوع دیگر از ورزش افغانستان. خداوند نگهدارتان.